سرنوشت شوم و عجیب بازیگران سریال نرگس، از مرگ تا مهاجرت. بله، این سرنوشت بازیگران این سریال بود که ما قصد داریم در این ویدیو به اون بپردازیم. قبل از ادامه، اگر به ویدیوهای ما علاقه مندید، از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. نرگس نام سریالی تلویزیونی به کارگردانی سیروس مقدم است که در تابستان 1385 از شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش گردید. نقش اصلی این سریال را پوپک گلدره بازی می‌کرد که در اواسط بازی بر اثر تصادف با اتومبیل به کما رفت و پس از 8 ماه درگذشت. نقش او را ستاره اسکندری ادامه داد. این سریال به دلیل انتشار فیلم خصوصی جنسی از بازیگر نقش زهره، یعنی زهرا امیر ابراهیمی، در شبکه‌های اجتماعی در فهرست سریال‌های تحریم شده توسط سازمان صدا و سیما قرار گرفت. در خلاصه داستان آمده است که نرگس و نسرین دو خواهرند که پدرشان را از دست داده و با مادرشان زندگی می‌کنند. نسرین دختر ناسازگاری است که قصد ازدواج با بهروز را دارد. شوکت پدر بهروز مردی ثروتمند و زورگو است و مخالف ازدواج آنها. بهروز و نسرین در ایران با تمام مشکلات و موانع ازدواج می کنند و با مشکلات بسیاری که شوکت برای آنها ایجاد کرده روبرو می شوند. نرگس که از ابتدا مخالف ازدواج نسرین با بهروز است، در مقابل شوکت و خانوادهش بسیار مقاومت می کند و شوکت نیز برای تلافی مشکلات زیادی برای نامزد نرگس، یعنی احسان، ایجاد می کند و به بهانه برقراری روابط تجاری با برادرش بهروز، او را به خارج از کشور می فرستد. بهروز نسرین را طلاق می دهد و با دختر عمویش در خارج از کشور ازدواج می کند و نسرین به تنهایی دخترش بهار را بزرگ می کند. بعد از چند سال بهروز به ایران بر می گردد و به اصرار خانوادهش به دیدن نسرین و بهار می رود. شوکت وقتی می فهمد بهروز از دختر عمویش به علت انحرافات اخلاقی وی جدا شده و احتمالاً مبتلا به ایدز از سکته می کند و فلج می شود. بهروز بعد از اطمینان از سلامتی جسمیش تصمیم به شروع زندگی جدیدی با نسرین میگیرد. نرگس هم با احسان ازدواج میکند و بهروز و نسرین آن آدمهای بی تجربه سابق دیگر نیستند. و حالا چهره ها و سرگذشت بازیگران سریال ممنوعه نرگس بعد از 16 سال را مرور میکنیم. پوپک گلدره با نام کامل پوپک مرادعلی گلدره در تهران به دنیا آمد. با اخذ رتبه 56 در کنکور دانشگاه سراسری در رشته روانشناسی بالینی دانشگاه تهران پذیرفته شد و پایان نامه‌اش را در رشته تئاتر درمانی نوشت. فعالیت هنری خود را با بازی در نمایش پل آغاز کرد و در سال 1375 در نماهنگ رویای زمین ظاهر شد. او در سکانس‌هایی از مجموعه تلویزیونی سرزمین سبز به کارگردانی بیژن بیرنگ و مسعود رسام بازی کرد. در سال 1380 برای ادامه تحصیل به ایالات متحده آمریکا رفت و نزد خواهرش زندگی کرد. او پس از حضوری موقت در خارج از کشور به ایران بازگشت. او تنها در 36 قسمت مجموعه تلویزیونی نرگس به کارگردانی سیروس مقدم بازی کرد. کارگردان و تهیه کننده به خاطر اینکه پوپک 10 روز مقابل دوربین بود، به او 48 ساعت استراحت دادند و او هم در پاسخشان گفته بود: میروم یک سری به دریا میزنم و میآیم. دوشنبه شهریور 1384 در جاده نوشهر به نور، منطقه سیسنگان، دچار حادثه رانندگی شد و به اغما فرو رفت. وی در حالی که مسافر یک خودروی پیکان بود، به دلیل انحراف به چپ راننده پیکان و برخورد مستقیم با یک پژوی آردی، دچار ضربه مغزی شد و راهی بیمارستان 17 شهریور شهرستان آمل شد. در عصر 27 فروردین 1385 پس از 8 ماه به سر بردن در اغما، در بیمارستان مهر تهران در سن 34 سالگی درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. ستاره اسکندری زاده 25 خرداد 1353 در تربت حیدریه می باشد. شهرت وی بیشتر به خاطر بازی در مجموعه های تلویزیونی است که آن را از سال 1373 شروع کرده. به ویژه مجموعه نرگس که بعد از درگذشت پوپک گلدره نقش نرگس را در آن بازی می کرد. او دوبار برنده جایزه
جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره تئاتر فجر برای بازی در نمایش‌های سعادت لرزان مردمان تیره روز در سال 1379 و هم هوایی در سال 1393 شده است. زهره فکور صبور اگرچه از ستاره‌های اصلی سریال نرگس نبود، اما از سایه‌ای که بر سر این سریال شوم افتاد در امان نبود. مرگی پر ابهام و پرحاشیه در اسفند ماه 1400 هنوز هم میتونه سوژه گزارش و مستندهای تحقیقی باشه. فکور صبور که با نام خانوادگی عجیب و کمیابش همیشه در تلاطم شهرت و فراموش شدن سیر میکرد، با دو سریال دردسرهای عظیم و حضور در چند سریال از قاسم جعفری مثل مسافری از هند، فرصت این را داشت تا بیشتر دیده شود. اما او هم در 43 سالگی کارنامه زندگی و بازیگری را با هم بست تا فهرست کارهایش طولانی تر نشود. بی تحملی و قرص های آرام بخش یا خبرنگار های موزی و وراج یا حاشیه ها و روابط مگو باعث مرگ او شد. اما زهرا امیر ابراهیمی که حالا ترجیح میده که او را با نام زر امیر ابراهیمی بشناسند، کمتر بازیگری در سینمای ایران بوده که بتونه در زمینه جنجال و حواشی زندگی خصوصی با زر امیر ابراهیمی رقابت کنه. کسی که یک ویدیو کوتاه از روابط شخصی او در دهه 80 به اندازه پرفروش در این فیلم سینمای ایران دیده و دست به دست شده. بحث‌های اخلاقی و غیر اخلاقی بودن انتشار این تصاویر و پرونده‌هایی که برای اون باز شد در زمان خودش تیراژ مطبوعات زرد رو بالا برد و خوراک محافل بود. اما این اتفاق مسیر زندگی او را هم به کلی عوض کرد. بازیگر کمتر شناخته شده‌ای که در سینما و تلویزیون ایران در ابتدای راه بود، با یک اتفاق با خاک یکسان شد. او تقریباً 10 سال بعد و در قربت از خاک برخاست. آغاز راه دوباره او در سینما قرار بود برایش یک جایزه بازیگری در کن به همراه داشته باشد که رویای همه بازیگران بود. محمود شوکت سریال نرگس یکی از قدرترین بازیگران سینما و تلویزیون ایرانه که به اندازه هنر و زحمتش قد ندیده. شاید بدشانسی بوده و شاید انتخاباش باعث شده که نتونه شاهنقش‌های زیادی داشته باشه و مثلا به اندازه علی نصیریان سر زبون ها باشه. ولی پور شیرازی با سیاهه ای از سریال ها و فیلم های درجه یک ارج و قربش بیش از اینی هست که امروز شاهدش هستیم. او چه در نقش های طنز و چه در سریال های تاریخی و ملودرام خوش درخشیده. یکی از کاردرست های سینما هست و بدون حاشیه و بدون ادعاست. نادیا دلدار گلچین هم در اردیبهشت 1339 در رش متولد شده و یکی دیگر از بازیگران این سریال بود. وی فرزند نادر گلچین، خواننده آواز سنتی کشور است. در رشته موسیقی در هنرستان عالی موسیقی به تحصیل پرداخت و موفق به اخذ مدرک موسیقی شد. ابتدا وارد عرصه تئاتر شد و به تدریج به بازیگری در سینما روی آورد و در سال 69 با بازی در فیلم ابلیس ساخته احمد رضا درویش به ایفای نخستین نقش خود در سینمای ایران پرداخت. این بازیگر اما در سال 91 به علت بیماری کلیوی درگذشت. عاطفه نوری هم یکی دیگه از این بازیگران بود. متولد سال 1363، اولین فیلمی که او در آن ایفای نقش کرد دوران سرکشی نام داشت. او با بازی در فیلم نرگس بیشتر شناخته شد. ایشون گفته بود بعد از دوران سرکشی میترسیدم با یک انتخاب اشتباه تمام تجربیات خوبی که داشتم را خراب کنم. البته واقعا این بین پیشنهاد آنچنان خوبی هم نبود. در واقع میتونم بگم بهترین کاری که بعد از دوران سرکشی خوب بود و میتونستم خودم رو راضی کرده باشم و بازی کنم همین سریال نرگس بود. خانم نوری در حال حاضر ساکن آمریکا هست و در لس آنجلس زندگی میکنند. مهدی سلوکی یکی از چهره های شاخص این سریال بود. او با برنامه تلویزیونی نیمرخ وارد تلویزیون شد و با سریال نرگس به شهرت رسید. بعد از خدمت سربازی در کنکور شرکت کرد و در رشته بازیگری در دانشگاه آزاد عراق قبول شد، اما فعالیت های هنری اجازه نداد تا لیسانس پیش برود. سلوکی فعالیت بازیگری خود را به صورت جدی از ماه رمضان
رمضان سال 80 وقتی 19 ساله بود با سریال چراغ‌های خاموش به کارگردانی کاظم بلوچی آغاز کرد. اولین بار با فیلم سینمایی سرگیجه در سال 1384 وارد پرده سینما شد و با سریال نرگس در سال 85 به کارگردانی سیروس مقدم مشهور شد. او سالها بعد اثری ماندگار از خودش به جای گذاشت و با سریال کیمیا دوباره به عرصه تلویزیون بازگشت. دوستان عزیز، ممنونین که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید. تا برنامه بعدی، بدرود.